واکنش علی علیه السلام، اسوه مردانگی، اسوه شجاعت در برابر کشته شدن فاطمه چی بود؟ آیا میدونید؟ مشت زد تو صورت عمر، کشیده خوابون تو گوش عمر که مردی که چرا زنمو کشتی؟ فحش داد به عمر، نه دختر خودش رو، ام کلثوم رو که دختر فاطمه هم بود، داد به عمر که برو باش ازدواج کن. تازه بعدم که عمر فاطمه رو کشت، علی به خاطر وجود عمر دور دستش مجبور شد بره یه جایی دفنش کنه فاطمه رو که اصلا کسی نفهمه کجا هست. هنوزم کسی نمیدونه کجاست. پس یا فاطمه خیلی زنه بدی بوده که علی وقتی دیده عمر اومده کشتتش گفته وای عمر دست در نکنه، از دست این زنک منو نجات دادی، بیا دخترش هم بگیر ببر. یا این بوده، یا اینکه علی شاه مردان خیلی بی غیرت بوده و در هر دو صورتش فاطمه قدرتی نداشته که بخواد بیاد جلوی چیزی رو بگیره. فاطمه اگه قدرتی داشت اول از همه میزد عمر رو لتو پار میکرد، بعدش به خاطر اینکه علی دخترش رو داده بود به قاتل خودش یه بلایی هم سر علی میآورد از اون بالا. ولی هیچ کدوم این اتفاق نیفتاد. فاطمه حتی قدرت اینو نداشت که انتقام خودش رو بگیره. فاطمه حتی این قدرت رو نداشت که علی شاه مردان رو تو دلش بندازه که آقا برو از قاتل من انتقام بگیر. ببینید چه الگوهایی دارید. ببینید طرف میاد زنتو میکشه جلوی چشت، بچت هم که توی شکم زن است کشته میشه و تو دختر خودتو میدی به اون قاتل. شما بچه شیعه ها، شاه مردانتون علیه، بیبیتون فاطمه زهراست که نه انسانیتی رو توی کارشون رعایت کرد، نه منطق، نه شرف، هیچی. شما در این ماجرا هیچ چیز انسانی نمیبینی. آقا زنتو کشته، دخترتو دیگه نده بهش. شاه مردان در این مورد که زنش رو اومدن کشتن هیچ کاری نکرده، بعد این شده الگوی شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل گداهم. حقانیت شیعه و انقلاب ما همین بس که برای از بین بردن ما شیعیان و اعتقاداتمون، تمام این فرقه ها و جریان های سیاسی دست به دست هم دادن و سال هاست میخوان ما رو به گمان خودشون نابود بکنن. خیلی عجیبه که شیعه انقدر دشمن داره و جالبه تو زدن شیعه کافر و وهابی، اون وهابی که ادعای خدا پرستیش و اینها میشه، دست به دست هم دادن. برای مثال برای تضعیف اعتقادات شیعیان، شبکه‌های وهابی و آتئیست‌ها چند سالی روی شعائر مقدس و مهمات شیعه هجمه مشابه وارد می‌کنند، مثلا عاشورا و فاطمیه. می‌بینید در فضای مجازی وهابی‌ها تو ایام محرم هذیان‌گویی می‌کنند و از طرف دیگه هم آتئیست‌ها همون شبهات مغلطه محور رو به طور دیگه منتشر می‌کنند. تو زدن شیعه بهایی و وهابی و آتئیست توی جبهه قرار می‌گیرن. واقعاً مردم باید بفهمن، توجه بکنن یک قضیه هست که شیعه این همه داره بهش حمله میشه. این به دلیل اینکه پیامبر اکرم فرمودن علی و مع الحق و حق و مع علی. علی با حق است و حق گرد علی می‌شن. پس این دشمنی‌ها ریشه‌اش مشخصه. خب فردی به نام مانی بهروز، یک ملحد و آتئیست جاهل که اومده با خزعبلاتی که خودش هم بلد نبوده و دست و پا شکسته از این ور اون ور شنیده، مثلا خواسته فاطمیه رو، در واقع ارکان اصلی اعتقادی شیعه رو، تخریب کنه. این بچه ملحد نمیدونم با چه روی دم از غیرت میزنه، در حالی که آتئیست‌ها اصلا چیزی به نام تعصب و غیرت و ناموس و شرف قبول ندارن. آتئیست‌ها میگن این مسائل برای پیروان ادیانه و در انسانیت ما چیزی به نام غیرت و ناموس نداریم، چون هیچ دلیل عقلی وجود نداره که مرد و زن نسبت به هم دیگه حس داشته باشن، نسبت به هم دیگه وظیفه و تکلیف داشته باشن، سنخیتی وجود داشته باشه. اینا واسه ادیانه، تو انسانیت این چیزا معنا نداره. در نگاه آتئیستا باید نسبت به هر چیزی بی غیرت و بی تعصب باشی. اصلا چیزی به نام آبرو وجود نداره تو نگاه این ملحدین. این آتئیست های ملعون از خدا بیخبر میگن امیرالمومنین سلام الله علیه که اسوه شجاعت و غیرت بودن، هیچ واکنشی نسبت به جسارت و توحش خلیفه دوم عمر ابن خطاب نداشته. در حالی که این بیسواد اگه یه نگاهی به منابع شیعه و سنی مینداخت، این مزخرفات رو نمیگفت. و اینکه مشخص چهار تا مطلب احمقانه تو گوش این آدم کردن که بیاد ازش کلیپ بسازه. اولا در منابع دست اولی شیعه مثل کتاب جناب سلیم ابن قیس هلالی رحمت الله علیه اومده که زمانی که عمر با وارد کردن زور و آتش کشیدن منزل وارد این محوطه میشه، تو اون لحظه که حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در بودن و میخواستن حجت رو تمام بکنن به اونهایی که قصد کشتن امام زمانش و خلیفه بر حق رسول الله رو داشتن، اون لحظه عمر بن خطاب و غلامش با ضربات متعدد حضرت زهرا سلام الله علیها رو مجروح میکنن و صدای حضرت بلند میشه. امیرالمومنین علیه السلام متوجه میشن و میان کمر عمر رو میگیرن، بلند میکنن، به زمین میکوبن و در جای دیگه اومده که
کمرشو میگیرن و میکشن و ضربات سختی رو به سر و صورت و گردن عمر بن خطاب وارد میکنن. و جناب سلنگ در کتابش آورده که امیرالمومنین همون لحظه قصد کشتن عمر رو داشت، اما به یک بار فکرشون میره به سمت وصیت آقا رسول الله که قبلا به حضرت علی فرموده بودن بعد از من اتفاقاتی از جانب این جماعت به تو و فاطمه وارد میشه و سفارش میکنم به صبر و شکیبایی. و اونجا بود که امیرالمومنین این مردک رو رها میکنم فقط بر اثر ملاحظات و مصلحت، چون اگر این شخص رو میکشتن جنگ داخلی به وجود میومد و اون زمان حکومت اسلامی از ناحیه امپراتوری روم شرقی و یهودیان مورد حمله قرار میگرفت و تمامیت اسلام اون موقع در خطر میافتاد و نابود میشد. ثانیاً این جماعت به دنبال این بودن تا کاری بکنن حضرت امیر واکنش بیشتر از اینها داشته باشه تا تو اون شلوغی ها چیکار بکنن، حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شهادت برسونن تا به همه بگن علی برای رسیدن به جاه و مقام و خلافت دنیایی همسرش رو به کشتن داد، حسنین علیهم السلام رو به کشتن داد. پس امیرالمومنین بهترین حرکت رو انجام میدن و بعد از ضربات سخت به عمر رهاش میکنه و به اصحاب خودشون که اطرافشون بودن اجازه اقدامات دیگری رو نمیدن. این مطلب در منابع معتبر اهل سنت هم اومده. جناب آلوسی مفسر مشهور اهل تسنن برخورد امیرالمومنین با عمر بن خطاب رو در کتاب خودش به نام تفسیر روح المعانی جلد 3 صفحه 124 میاره که علی از جای خودش بلند میشه و گریبان عمر رو میگیره و او رو به شدت میکشه و زمین میزنه و بر بینی و گردنش میکوبه. در ضمن سفارش رسول الله به امیرالمومنین در رابطه با صبر و شکیبایی در اتفاقات آینده از لسان مبارک امام صادق و امام کاظم علیهم السلام در منابع شیعه وجود داره. این بچه ملحد نمیدونه که قرار نیست هر کس شجاعت داشته باشه، هر کس شجاع باشه در هر زمانی و مکانی یه رفتار جنگنده از خودش نشون بده. شجاعت در کنارش عقلانیت میاد، در کنارش کیاست میاد. مگه آقا رسول الله متوجه نشدن که مادر عمار یاسر جناب سمیه به دست ابو جهل مورد شکنجه و تعرض قرار گرفته؟ چرا پس اقدامی نکردن و عمار یاسر رو سفارش به صبر و استقامت میکنن؟ نکنه رسول الله هم در نگاه شما وهابی ها نعوذ بالله انسان ترسو بودن؟ از شما آتئیست ها و وهابی ها نمیتونید ایراد بگیرید، چون حماقت هر دو طرف شما برای همه مشخص میشه. یا وهابی ها باید بگن خلیفه سومشون عثمان ابن عفان هم انسان بیغیرتی بوده پس، چون در منابع اهل تسنن اومده که زمان که صحابه ریختن در منزل عثمان، همسر عثمان به دفاع از عثمان خودشو جلو میندازه که در این لحظه با ضربات شمشیر انگشتان این خانم قطع میشه و بعد از اون کسایی که قصد جان عثمان رو کرده بودن در مقابل چشمان عثمان جسارت جنسی به همسر عثمان میکنن و گفتن این مسئله دور از ادبه. خب این آتئیست میگه بعد از شهادت حضرت زهرا امیرالمومنین به دلیل وجود عمر و بقیه شبانه پیکر ایشون رو دفن میکنن. خب ما نفهمیدیم این الان چی رو میخواد ثابت بکنه؟ خب ما هم قبول داریم این مسئله رو و همین شبانه به خاک سپاری مهر باطل و رسوایی زده شده به جریان قاصبان خلافت، به جریان سقیفه تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. پس این اشکالی بر ما نیست، توی آتئیست اتفاقا داری روزه میخونی برای ما بچه شیعه ها، آفرین همینو ادامه بده. مورد بعدی میگه حضرت زهرا سلام الله علیها قدرتی نداشته که بخواد جلوی این قضیه رو بگیره، حالا چه در زمان حیاتشون و چه زمانی که به شهادت رسیدن. خب این مردک ظاهرا فیلمای هالیوودی و اینها زیاد میبینه و فیلمای هالیوودی رو با وقایع موجود اشتباه گرفته. تمام انبیا و اهل بیت علیهم السلام در عالم دنیا اونجایی که اجازه داشتن از جانب الله سبحان کرامت و معجزات بسیاری رو نشون خلق الله دادن، اما انبیا و اوصیا مأمور بر ظاهر بودن، یعنی انسان‌هایی بودن که باید در ظاهر شبیه مردم مثل بقیه رفتار می‌کردن و عمل می‌کردن و زندگی می‌کردن. اینطور نیست که استقلالن و هر موقع که دلشون بخواد ازشون خرق عادت صورت بگیره. و مابقی عراجیفش هم که میگه حضرت زهرا نتونست به امیرالمومنین الهام کنه که بر انتقام بگیره. خب اینو جوابشو دادیم که امیرالمومنین از وقوع این حوادث توسط آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم مطلع بودن و مأمور به صبر و شکیبایی بودن. مگه میشه دختر پیغمبر مخالف حرف پدرش بخواد عمل بکنه؟ پس دیگه انتقام گرفتن و کارهای غیر عقلانی از جانب حجت خدا امکان ناپذیره. شما آتئیستای جاهل با اعتقادات شیعه آشنایی ندارین، میای خزعبلات میترشین برای خودتون، والله قسم مردم بهتون میخندن. و مورد آخر، این ملعون عراجیفی رو تکرار میکنه که آقایون وهابی تو شبکه‌هاشون مطرح میکنن
یعنی ازدواج عمر ابن خطاب با ام کلثوم که یکی از شبهات اصلی وهابیاست. این آتئیست میگه اگر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شهادت رسونده، چرا امیرالمومنین دختر خودش ام کلثوم رو به ازدواج عمر در میاره؟ این نشانه بی غیرتیه. اولا اخباری که در مورد ازدواج ام کلثوم و عمر اومده تناقضات بسیار زیادی داره، گزارشات مختلف که اصلا نمیشه به هیچ کدوم از اینها استدلال کرد. یه گزارش تاریخی میگه امیرالمومنین دختر کودک سالی داشته که عمر ازش خواستگاری میکنه و حضرت امیر چند بار مخالفت میکنن با درخواست عمر و نهایتا عمر واسطه میفرسته برای این قضیه که خواستگاری بکنه. گزارش دیگه در منابع اهل تسنن اومده فاجعه است، اصلا به قدری وقیحانه است که حتی راوی این ماجرا شرمش میشه از گفتنش. عالم اهل تسنن میگه علی ام کلثوم رو فرستاد نزد عمر و عمر دست به ساقهای اون زد و گفت برو به پدرت بگو پسندیدم. همه مسلمانا میدونن هنوز وقتی ازدواجی صورت نگرفته طرفین حق لمس کردن همدیگه رو ندارن. اگه وهابیا بخوان این گزارشات رو قبول بکنن، اگه اهل تسنن بخوان به حرف وهابیا رجوع بکنن و حرفشون رو قبول بکنن، پس این اعتقادات خودشون زیر سوال میره، مثل قضیه عدالت صحابه. پس این گزارش هم قطعا دروغ محض تاریخی است تا ضربه بزنن به جاه و مقام امیرالمومنین علیه السلام. گزارش دیگه اومده اصلا شخصی به نام ام کلثوم وجود نداشته و این به دروغ نقل شده. جای دیگه اومده ام کلثومی بوده اما این شخص دختر ابوبکر خلیفه اول بوده که بعدها در خانه امیرالمومنین بزرگ میشن. حضرت امیر به دلیل یتیم نوازی و محبت بیمرزی که داشتن نگهداری میکنن از این فرزند و کسر شأنی نبوده واسه حضرت، این از رأفت ایشون بوده. باز در منابع دیگه اومده که ام کلثوم اصلا همون حضرت زینب سلام الله علیها بوده، نه شخصیت دیگه. گزارش دیگه گفته که ام کلثوم وجود داشته اما بعد از اینکه عمر خواستگاری میکنه، امیرالمومنین که امام انس و جن بوده و هست، به یک جن امر میکنه که خودشو شبیه ام کلثوم در بیاره و به عقد عمر در بیاد. البته این گزارش هم به لحاظ سندی مطمئن نیست. پس قضیه ام کلثوم دروغ تاریخی هست و هیچ اعتباری نزد اکثر علمای شیعه و حتی اهل سنت نداشته و نداره. از شیخ مفید بگیرید تا آیت الله العظما مرعشی نجفی این قضیه رو دروغ دونستن و آیت الله مرعشی میگن که این ام کلثوم احتمالاً همون دختر ابوبکر خلیفه اول بوده، نه دختر امیرالمومنین و حضرت زهرا. در ضمن بر فرض این ازدواج هم اتفاق افتاده باشه، خوبه؟ اصلا بالاتر از این میخوای؟ گاهی شرایط طوری میشه که برای جلوگیری از این فتنه بزرگتر و برای جلوگیری از بروز گناه، تو ناچار میشی اون چیزی که باب میلت نیست رو انجام بدی. مثال قرآنی بزنم، حضرت لوط پیامبر خدا برای اینکه جلوی فتنه اون عده آدم فاسد رو بگیرن چیکار میکنن؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. حضرت لوط به اون کافران و فاسقان میگن بیاین با دختران من ازدواج کنید اما متعرض مهمانان من نشید. داره به کی میگه؟ داره به کافران میگه. میگه بیاین با دختران من ازدواج بکنید. پس اگه وهابیا بخوان ایراد بگیرن سر قضیه ام کلثوم، نبی خدا حضرت لوط رو هم زیر سوال بردن. شما آتئیستا هم که نمیتونید حرف بزنید، چون خودتون نه مبنایی دارید و نه کتابی رو قبول دارید و استدلال ما شیعیان هم عقلیه و هم نقلی. در ضمن این توضیحات رو برای توی بچه آتئیست ندادم، چون آیه و روایت آوردن واسه شماها بیهوده است. اینا رو کلی توضیح دادم که هم مردم متوجه بشن که شما چه ذات پلیدی داری و شما آتئیستا یاد بگیرید درست حسابی استدلال بیارید و خزعبلات نگید ما رو بخندونید، و همین که اون رفیقای وهابیت بفهمن با این استدلال‌های پوچ کاری می‌کنید مذهب باطل شما روز به روز بیشتر برای مردم روشن بشه. عزیزم یا علی.